بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإن ما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه وعترته والصالحين أجمعين، وبعد. أيها الطالبون والطالبات، مرحبا بكم جميعا إلى الحصة الجديدة. بارك الله فيكم وأيدكم الله ووفق لكم للخيرات. جميعا أنتم سمعتم الآن حكاية جديدة، حكاية جميلة وقصة صغيرة. ما هي عنوان القصة؟ لا تزعل من والديك، لا تزعل من والديك. ما المعنى لا تزعل من والديك؟ بمعنى لا تغضب من والديك، لا تضر والديك، هذا هو المعنى. هناك صديقان اثنان اسمهما أحمد رضا خان والثاني فيضان، هما صديقان عزيزان حبيبان، سمعنا قصتهما من قبل. وفي قصة الصلاة قرة عين الحبيب، قرة عين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، نحن سمعنا قصتهما، صحيح. فهذا الفيديو التي رأيتموها وشاهدتموها من قبل تعلمنا فيها كثيرا من المعاني والألفاظ والاستعمالات. إن شاء الله الآن نتعلم بعضا من الألفاظ والاستعمالات هنا. നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വാക്കുകളും അതിൻ്റെ അർത്ഥവും മനസ്സിലാക്കാം. الأول الاستعمال الأول ما هو؟ يبدو أن، يبدو أن، അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ ജുംല പറയും. എന്താണ് യബ്ദു അന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോന്നുന്നു, യബ്ദു അന്ന പ്രകടമായി തോന്നുന്നു, പ്രകടമാകുന്നു, മനസ്സിലാകുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാൻ യബ്ദു അന്ന. الاستعمال هنا على سبيل المثال، ഉദാഹരണത്തിന് യബ്ദു അന്ന വലിദൈക് സജറക് هذه الكلمه هذا القول قال احمد رضا خان لصديقه فيضان، തൻ്റെ കൂട്ടുകാരനോട് പറഞ്ഞ വാക്കാണത്. യബ്ദു അന്ന വാലിദൈക് സജറാക്ക് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ നിന്നോട് എന്തോ ദേഷ്യപ്പെട്ടോ, നിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചോ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയാൻ യബ്ദു അന്ന വാലിദൈക് സജറാക്ക്. യബ്ദു അന്ന അൽ ഫൈറൂസ് കൊറോണ മുസ്തജദ് അലീമുൻ ഖതീർ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. കൊറോണ വൈറസ് വളരെ മഹാമാരിയാണ്. യബ്ദു أن الفيروس كورونا المستجد عظيم وخطير، هذا سيريس ആണ്. എന്നൊക്കെ യബ്ദു അന്ന അങ്ങനെ തോന്നുന്നു പ്രകടമാകുന്നു എന്ന് പറയാൻ യബ്ദു അന്ന. هذا الاستعمال جيد، عليكم ان تستعملوها، ان تستعملوا هذا الاستعمال في مكالمتكم وفي تعلمكم وفي كتابتكم ان شاء الله. والاستعمال الثاني تعلمنا من هذا الفيديو مصلحة الأولاد. مصلحة الأولاد معنى كتير ننمى، مصلحة الأولاد كتير ننمى، هذه هي الكلمة الجديدة تعلمناها من هذا الفيديو، من هذه الحكاية مصلحة الأولاد. هذه دور استعمال نمكنكم. الآباء والأمهات يفعلون الخيرات لمصلحة الأولاد. الآباء والأمهات، الآباء معنى أبن جمعه آباء، أبمار
their fathers, والأمهات, mothers, يفعلون, they are doing, അവർ ചെയ്യുന്നു, الخيرات, നല്ല കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ അവർ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്തിന്? لمصلحة الأولاد, മക്കളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി. الآباء والأمهات يفعلون الخيرات لمصلحة الأولاد. അപ്പോൾ مصلحة الأولاد كلمة جديدة تعلمنا من هذه القصة, من قصة أحمد رضا خان وأخيه صديقه فيضان. والاستعمال الثالث, نكو إضافة إلى ذلك, إضافة إلى ذلك. عندنا نحن نقول إضافة إلى ذلك أدور أبم إضافة إلى ذلك in addition to نقول نمر بريا له أدينا ورد كورة تنة ഒന്ന് ചെയ്യുന്നു അതിനോടൊപ്പം, ഇളാഫത്തൻ ഇലാ ദാലിക് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്ന് പറയാം. നമുക്കങ്ങനെ ഇസ്തിഅമൽ ചെയ്യാം. തഅല്ലം അൽ ഉലൂം അദ്ദീനിയ ബിൽ ഇളാഫ ഇല അൽ ഉലൂം അൽ മാദിയ. മതം പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭൗതികവും പഠിക്കുന്നു. എങ്ങനെ പറയാം? തഅല്ലം അൽ ഉലൂം അദ്ദീനിയ ബിൽ ഇളാഫ ഇല അൽ ഉലൂം അൽ മാദിയ أو بالإضافة إلى الآداب في منهج الوافي وما إلى ذلك. أنا يمكن أبيك نتعلم العلوم الدينية بالإضافة إلى العلوم المادية. نتعلم العلوم الدينية بالإضافة إلى العلوم المادية. فبالإضافة إلى إنه بريام إندني in addition to أدور أبم تنة إنه بريان مندي. وكان له بالإضافة إلى ذلك هذا استعمال. تعلمنا من هذه الحكاية. والاستعمال التالي, عفوا, نستطيع أن نقول أنا متعلم في التمهيدية الأولى إضافة إلى ذلك. إضافة إلى ذلك تمهيدية أولى البريكنا يذهر ديانا. إضافة إلى ذلك أتعلم كثيرا من المعلومات إن نمك بريان صادقكم إن شاء الله. وحفظك الله من كل مكروه. هذا استعمال جيد نتكلم حينما نفرغ من كلام. نعم ورالوود سمساريتش അവസാനിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരാളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം പറയുമ്പോൾ എന്ത് പറയാം? ഹഫിളക الله من كل مكروه. ഹഫിളക الله من كل مكروه. എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്നും അല്ലാഹു തആല നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കട്ടെ. ഹഫിളക الله من كل مكروه. حفظك الله من كل سوء. حفظك الله ورعاك من كل سوء والمكروه. എന്നൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അതൊക്കെ ഒരാളോട് പൊളൈറ്റായി വളരെ മര്യാദയോടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ്. حفظك الله من كل مكروه. إذا رأينا صديقنا أو إذا رأينا صديقتنا نتكلم معها أو نتكلم معه ثم نقول حفظك الله من كل مكروه. حفظك الله من كل مكروه. استعمال جيد صحيح إن شاء الله. هذا هي الاستعمالات, هذه هي الاستعمالات والألفاظ والمعاني التي تعلمنا من هذه الفيديو إن شاء الله اليوم. بالطبع بالطبع إن شاء الله سوف نلخص الكلمات والاستعمالات لأستاذنا ولأساتذتنا إن شاء الله, ونلخص هذا الفيديو أو هذه الحكاية لجميع إخوتنا ولجميع أصدقائنا معا إن شاء الله. بارك الله فيكم. أوصيكم بالدعاء جميعا. اللبرم إننا ملبب بطيشة وكغولو بيوغ بطيشة نمال فيديو أنغوري كندادين لشيشم എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാ വാക്കുകളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നന്നായി നമ്മുടെ അധ്യാപകരോട് നമുക്ക് സംസാരിക്കണം, പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഇന്നത്തെ കഥയുടെ ഏറ്റവും ഷോർട്ടായ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു സഹായിക്കട്ടെ. ആമീൻ റബ്ബൽ ആലമീൻ. വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു.